بنا به آماری جدید از انجمن قلب آمریکا، 5,200,000 نفر در این کشور به نارسایی قلبی مبتلا هستند و این رقم رو به افزایش است. در حالی که این بیماری درمانهای متفاوتی دارد، یک پژوهش جدید نشان می‌دهد از یک درمان خاص که می‌تواند برای بیماران مفید باشد، کمتر استفاده می‌شود. گزارشی داریم در این مورد. هر سال بیش از 1,000,000 بیمار به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری می‌شوند، وضعیت جدی که در آن عضله قلب نمی‌تواند به طور مؤثری منقبض یا منبسط شود. این می تواند به علائم کاهش گردش خون مانند خستگی، کاهش توان فیزیکی یا پس دادن خون به بافت‌های مختلف بیانجامد. راهکارهای بهبود کیفیت در درمان نارسایی قلبی در سراسر آمریکا در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود و این شامل توصیه استفاده از داروهای ضد هورمون آلدوسترون به عنوان درمانی برای بیماران واجد شرایط است. این داروها در آزمون‌های بالینی آزمایش شدند و اثر محافظتی آنها برای بیماران مشخص شده است. دکتر گریگ فونارو از دانشکده پزشکی دانشگاه UCLA سرپرست مطالعه‌ای بوده است که تعداد بیمارانی را بررسی کرد که به درستی با داروهای ضد آلدوسترون از بیمارستان‌های ثبت شده در برنامه راهنمای درمانی مرخص شدند. این مطالعه دریافت بین سال‌های 2005 تا 2007 در 241 بیمارستان کمتر از 1/3 بیماران واجد شرایط با این داروها مرخص شدند و کاربرد آنها در بیمارستان‌ها کاملاً متغیر است. ما درمانی بسیار مهم یعنی داروهای ضد آلدوسترون داریم که کاملا در دسترس و ارزانند، اما در این مطالعه می‌بینیم که در دوره معاصر در بیمارستان‌های آمریکا تعداد زیادی از بیماران واجد شرایط هستند که درمان نمی‌شوند. استفاده از این درمان در طول 3 سال مطالعه 6% افزایش داشته است.